یو پسر به بی اس شو خوش اومدین من سهیلم و امروز میرم سراغ تمام خوشحالی گلای جدیدی که توی فیفا 23 به بازی اومدن پارسال فقط 6 تا خوشحالی گل جدید به بازی اومده بود اما امسال فیفا 13 تا سلبریشن جدید به خودش میبینه که از خوشحالی گل های سم و اسیدی خانوما آقایون شعر هایی که من میخونم مال همه فرنگ هفت طبقه زیر زمین نهنگ توی جنگل درول تا سلبریشن هایی که اصلا معلوم نیست ایه ای ای اونا را کجاش در آورده جز سلبریشن هایی هستن که توی فیفا 23 به بازی اومدن توی ویدیو خوشحالی گل پارسال ویدیو رو با سلبریشن امباپ شروع کردم امسال هم قراره از همین قاعده پیروی کنم و برم سراغ خوشحالی گل جدید جوجلات کشته چاقال که باز هم با یه اسلاید دیگه طرفیم وای خدای من از فیفا 18 19 20 21 22 و حالا توی فیفا 23 هر سال نی اسلاید به بازی اضافه شده و کلا هر وقت ای, ای توی هر بخشی ایده کم میاره یه دونه نی اسلاید به بازی اضافه میکنه تازه امسال دو تا اسلاید جدید داریم تو بازی که من واقعا نگرانم یه وقت فسفور نسوزونن ایده پردازهای فیفا انقدر که فکر میکنن بگذریم این خوشحالی رو امباپه پارسال جلوی رئال توی مرحله یک هشتم نهایی چمپیونز لیگ اولین بار انجامش داد البته توی همون بازی کریم یتنه پاریس حذف کرد و بهش نشون داد کد تنکیه برای زدن این خوشحالی گل باید اول آر 1 رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو به سمت راست نگهش دارید این سلبریشن رو با هر بازیکنی هم میشه زدش و فقط مختص به امباپه نیست این سلبریشن نوبتی هم باشه نوبت میرسه به سلبریشن مورد علاقه خودم امسال که بدون شک و با اختلاف بهترین و تحقیرآمیزترین خوشحالی جدیدیه که توی این چند سال اخیر به فیفا اومده و مطمئنم قرار کنترلرهای زیادی سر این یکی بشکنه برای زدن این خوشحالی گل اسیدی هم کافیه در حالی که آردو رو نگه داشتید آنالوگ سمت راستتون رو دو بار به بالا بکشید تا حریفتون از بازی خارج بشه خوشحالی گل بعدی این ویدیو خوشحالیه که توی یو کانر مکگرگور بعد از بردهاش از اون استفاده میکنه و باید خیلی سال قبل به فیفا میومد ولی بالاخره به بازی اومده و خیلی هم سلبریشن جالبیه برای زدنش هم کافیه ال1 رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو به پایین نگهش دارید به به ببینید فیفا برامون چه خوشحالی گلی آورده از بهترین بازیکن تاریخ بازیکنی که انقدر خوبه که بارسا ترجیح میده اصلا بازیش نده اون شخص کسی نیست جز سلطان مارتین بریتویت به افتخارش باید واقعا بلند شد و دست زد واقعا عجب اتفاق مهمی اضافه شدن این خوشحالی گل از سلطان به فیفا 23 بریت ویت این خوشحالی گل رو فصل پیش جلوی رئال سوسیه داد انجام داد عکس مارتین رو هم برای هوادارای دو آتیشه این بازی کن که میدونم کمم نیستن میذارم برای زدن این خوشحالی گل باید در حالی که ال رو نگه داشتید آنالوگ راستتون رو اول به سمت راست بعد به سمت چپ ببریدش برسیم به سلبریشن گیمر که دیگو جوتا جلوی ساوثمپتون اولین بار رو انجام داد فقط احساس میکنم کنترلر توی دستش یه مقدار بیش از حد بزرگه ولی بگذریم برای اینکه بتونید این که خوشحالی گل رو انجام بدید باید اول آر را رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو اول به راست و بعد به چپ ببریدش خوشحالی گل بعدی یه نی اسلاید دیگه است که اولین بار تیری آنری اون رو بعد از اینکه به تاتنهام توی سال 2004 گل زد انجامش داد آنری کل زمین رو دوی تا جلوی هوادارهای تاتنهام این خوشحالی گل رو انجام بده برای زدن این سلبریشن کافی آریک رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو به سمت پایین نگهش دارید میرسیم به خوشحالی گل آی آف ده استورم که واقعا خودم به شخصه اصلا باش حال نکردم و شرط میبندم سال آینده از بازی حذف میشه چون هم سخت زدنش هم کسی واقعا اهمیت نمیده بهش ولی به هر حال برای زدنش باید R1 رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو 360 درجه در جهت خلاف اقربه های ساعت بچرخونید خوشحالی هایی که در ادامه میرم سراغشون اصطلاحا سیگنچر سلبریشن هستن یعنی فقط با یه دونه بازیکن میشه زدشون برای زدن سیگنچر سلبریشن هر بازیکنی هم کافیه بعد از اینکه گل میزنید زبدر رو بزنید بریم سراغ سیگنچر سلبریشن امباپه که به جرأت میتونم بگم یکی از واقعی ترین خوشحالی گل هاییه که ای, ای توی چند سال اخیر به بازی آورده چون امباپه به چیزی به جز پول اهمیت نمیده و دلیل اینکه این خوشحالی گل رو با بازیکن دیگه هم نمیتونید بزنیدش همینه چون فقط امباپه است که فقط به پول اهمیت میده ولی باید منشن کنم که امباپه تعداد سیگنچر سلبریشن هاش به شدت بالا اگه اشتباه نکنم 5 -6 تا خوشحالی گل منحصر به فرد داره این بازی کن و اینکه با زدن زبدر کدومشون زده بشه واقعا رندومه پس اگر زبدر رو زدید و این خوشحالی گل رو ندیدید باید توی گل بعدی شانستون رو امتحان بکنید سلبریشن بعدی فقط مختص به بابی فیرمینوه که ای کاش میشد با بازیکنهای دیگه هم زدش خوشحالی گل خوبیه بابی هم مثل امباپه سیگنچر سلبریشن هاش زیاده پس اگه تو دفعه اول این خوشحالی گل رو ندیدید باید توی گلهای بعدیتون شانستون رو امتحان بکنید این خوشحالی گلم برای هالند به عنوان خوشحالی گل اصلیش در نظر گرفته شده که خیلی کریپیه و آخرین خوشحالی گل این ویدیو خوشحالی گل پلیسیچه که تتوش رو میاره جلوی صورتش و خب دلیل اینکه بقیه بازیکنان نمیتونن این خوشحالی گلو بزنن کاملا مشخصه خب بچه ها این بود از ویدیو امروز اگر دنبال خوشحالی گل خاصی میگردید قبلا سه تا پارت خوشحالی گل داخل چنل آپلود شده لینک هاشون رو میذارم داخل دیسکریپشن اگر توی اون ویدیوها خوشحالی گل مد نظرتون رو پیدا نکردید توی کامنت ها بگید بهتون میگم چطوری باید بزنیدش تا ویدیوهای بعدی کچیو بوی